به نام خدا با سلام و عرض ادب. به یک ویدیو دیگر از کانال خوشک تیوی خوش آمدید. در این ویدیو لیستی از بهترین کارمندان طلوع و مقدار معاشی که ماهانه دریافت میکند را برای شما تهیه کرده ایم. اگر دوست دارید بیشتر بدانید، پس تا پایان ما را همراهی کنید. اما قبل از آن لایک و سابسکرایب این ویدیو را فراموش نکنید. در این شکی نیست که شبکه طلوع یکی از معتبرترین و پربننده ترین شبکه خصوصی در افغانستان است. این شبکه نه تنها نشرات سرتاسری در افغانستان دارد، بلکه نشرات این رسانه در کشورهای آمریکا، اروپا و خاورمیانه نیز بیننده دارد و میلیون ها نفر خارج از افغانستان این شبکه را دنبال می کند. طلوع در افغانستان بیش از 1000 کارمند دارد که در بخش های مختلف کار و تولید محتوا می کند. اما اگر از بخش های کلیدی و مهم این رسانه نام بگیریم و یا هم از افراد مهم این رسانه حرفی بزنیم، گراف معاششان این گونه است. شماره 10، لیمه امیری. لیمه امیری با اینکه تازه به طلوع پیوسته است، توانسته در برنامه بامداد خوش خیلی موفق باشد. معاش لیمه امیری $300 آمریکایی است. در واقع پول برای خانم امیری مهم نبوده و وی با علاقه زیادی که به خبرنگاری دارد در این شبکه کار میکند. شماره 9، قاسم تابان. قاسم تابان $600 آمریکایی معاش دارد. وی در شبکه خنده نقش بازی میکند و میگوید من بیشتر از این که به پول اهمیت دهم، خوشحال میشوم که به لبان مردم خنده بیاورم. قابل یادآوری است که آقای تابان یکی از بهترین های طلوع یاد می شود. شماره 8، قاسم ابراهیمی. قاسم ابراهیمی نیز یکی دیگر از بهترین های طلوع است که هرچه از وی توصیف کنیم باز هم کم است. وی در سایر برنامه های طلوع همچون یک مجری موفق و خوش اخلاق کار می کند. آقای ابراهیمی بعد از اینکه دوباره به طلوع بازگشت، که البته با شرایط خوبی هم بازگشت، $450 تا $600 آمریکایی معاش دارد. اگر صادقانه بگویم، آقای ابراهیمی واقعا شایسته بهترین ها است و در هر برنامه خوش می درخشد. و البته به گفته خودش، او با سخت کوشی ها به این موفقیت دست یافته است. شماره 7، مصطفی عزیزیار. حتما با مصطفی عزیزیار آشنایی دارید و او را میشناسید. مصطفی عزیزیار از برنامه رزم و بزم گرفته، در سایر برنامه های تلویزیونی طلوع چی به حیث گرداننده و چی به حیث تهیه کننده کار کرده است. سابقه درخشان آقای عزیزیار در طلوع به انتها بوده و ماهانه $500 معاش میگیرد، که البته آقای عزیزیار در بخش های دیگر نیز همکاری میکند. شماره 6، سیرمتین. سیرمتین به عنوان کمدین محبوب در طلوع تقریبا $1000 آمریکایی معاش میگیرد. احتمالاً شما به این فکر هستین که سیرمتین از اینکه نقش زنان را ایفا میکند چنین معاش میگیرد، اما نه چنین نیست، چون که سیرمتین کاملا با علاقه ای که دارد به ایفای این نقش ها پرداخته است و این در حالی است که هیچ کسی حاضر به اجرای چنین نقش نشده است. همچنان آقای متین در ابتدا به عنوان یک دوبلگر کار کرده است که از معروفترین نقش های دوبلگری وی میتوان نقش باب زیزا را در سریال وادی گرگ ها نام برد. شماره 5، ابراهیم عابد. آقای عابد در ابتدا از برنامه خنده بازار وارد شبکه طلوع شد و به این خانواده پیوست. آقای عابد با استعدادی که دارد در برنامه های مختلف کار کرده است و معاش فعلی آقای عابد $1000 آمریکایی است. باید بگوییم که معاش خوبی است. شماره 4، مریم خرمی. بانو خرمی را شاید کمتر کسی باشد که نشناسد و از استعداد و لحن زیبای این بانو چیزی نداند. بانو خرمی علاوه بر این که سابقه طولانی کار در طلوع را دارد، از شهرت و محبوبیت خوبی نیز در میان مردم برخوردار است. بانو خرمی در ابتدا در بخش گویندگی در رادیو آرمان فعالیت میکرد. تقریبا بعد از چند سال کار در آرمان به طلوع پیوست و یکی از بهترین های طلوع محسوب میشود.
وی 40,000 افغانی معاش دارد و البته قابل ذکر است که بانو خرمی یک بانوی با شخصیت بوده و از چهره زیبایی برخوردار است. بانو خرمی نه به خاطر معاش بلکه به خاطر علاقه زیادی که در گویندگی و خبرنگاری دارد در این شبکه کار میکند. شماره 3 مجیب آریز. وقتی حرف از مجیب آریز می شود احتمالاً شما برنامه های میدان تای میدان و همچنان برنامه مهمانیار را به خوبی بیاد می آورید. آقای آریز تای حضورش در طلو یک کاربلد چیره‌دست و یک برنامه ساز و ایده پرداز شناخته می شود. مجیب آریز همچون مدیر کابرا در عدم موجودیت حفیظ محمدی نیز شناخته می شود. به همین لحاظ وی 65,000 افغانی ماهانه معاش دارد. باید صادقانه گفت که آقای آریز مستحق این معاش است. شماره 2 حفیظ محمدی. حفیظ محمدی را یکی از خلاقترین و کارآفرین ترین های طلو می توان نامید. وی به حیث مدیر کابرا پرودکشن یک ایده پرداز و برنامه ساز مهم نیز محسوب می شود. شاید نمیدونستید که آقای محمدی در اکثر برنامه‌های طلوع در عمل و ساخت آن نقش کلیدی دارد. معاش وی 2000 دلار آمریکایی است که قطعاً مستحق چنین معاش است. حالا می‌رسیم به شماره 1 لیست بهترین‌های طلوع و این کسی دیگری نیست جز آقای مسعود سنجر. آقای سنجر به حیث رئیس تلویزیون طلوع و شخص بسیار کلیدی این شبکه 3000 دلار آمریکایی معاش دارد. وی در رسیدن طلوع در این قله های بلند موفقیت نقشی بسزایی دارد و کلیدی ترین شخص در طلوع است. و همچنان قابل ذکر است که این اطلاعات از یک منبع معتبر نسخه برداری شده است و به سمع شما عزیزان رسانیده شده است. سپاسگزارم از این که تا پایان این ویدیو ما را همراهی کردید. منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما در بخش کامنت هستیم. حتما با ما شریک سازید. اگر دوست دارید از بهترین های افغانستان و جهان آگاه شوید، کانال ما را سابسکرایب کنید و لایک این ویدیو را هم فراموش نکنید. تا اینکه باز هم با یک ویدیو دیگر در خدمت شما قرار میگیریم، شب و روز بر شما خوش و خدا نگهدار.